به نام خدا. بچه ها قصد دارم در این پست مزایای دانشگاه فرهنگیان رو با شما به اشتراک بذارم. اولین و مهمترین بحث در دانشگاه فرهنگیان به نظر من بحث اون امنیت شغلی هستش که برای شما پیش میاد و شما به عنوان یک معلم این امنیت شغلی رو دارین که قرار در آینده یک معلم رسمی بشین. خب از بعد ورود شما به دانشگاه فرهنگیان به شما دانشگاه ماهیانه یک کمک هزینه تحصیلی به صورت یک حقوق ماهیانه به شما پرداخت میکنه که الان به پول رایج کشور ما چیز حدود 3 الی 4 میلیون تومانه، معمولا آرسه 3 الی 4 میلیون تومانه و بسته به هزینه هایی که برای خوابگاه میکنید حالا یا کمتر یا بیشتر به شما پرداخت میشه به صورت ماهیانه. موضوع دیگه موضوع موافقت سربازی آقایون هستش که شما اگر که در دانشگاه فرهنگیان درس بخونید به عنوان یک معلم از خدمت سربازی شما معاف میشین. موضوع بعد بحث بیمه درمانی هستش، خدمات بیمه درمانی که به صورت شما به صورت زمانی که معلم میشین شما رو بیمه میکنن و بیمه شما بیمه معلم ها خواهد بود. اینم از این موضوع. موضوع دیگه حالا که میشه اونو هم یک پوان مثبت به حساب آورد بحث اون 4 سال تحصیلی که شما در دانشگاه فرهنگیان میکنید. 4 سال شما درس میخونید تو دانشگاه فرهنگیان ولی این رو برای شما تدریس به حساب میارن، یعنی شما 4 سال که در دانشگاه فرهنگیان خوندید باید 26 سال دیگه خدمت کنید نه 30 سال. خب و این خودش یک پوان مثبت و زودتر بازنشسته میشید. این از این موضوع. موضوع دیگه چی بود؟ همین هست دیگه، چیز دیگه به ذهنم نمیاد. انشالله که موفق باشین. یه خلاصه دیگه هم بگم ازشون، معافیت خدمت سربازی بیمه میشید، به صورت ماهیانه یک حقوق به شما تعلق میگیره، به حساب آوردن اون سنوات تحصیلی شما که به عنوان تدریس برای شما به حساب میکنن و 26 سال دیگه خدمت میکنید به عنوان معلم. بعد همین هست دیگه، تضمین شغلی هم یاد شغلی هم دارین که استخدام شدین دیگه، بعد از 4 سال هم استخدام آزمایشی شما رو تبدیل به استخدام رسمی میکنن و معلم رسمی میشید. انشالله که موفق باشین و امیدوارم که این ویدیو من به درد حتی یک نفر خورده باشه. متشکرم از اینکه گوش دادید.